سلام رفقای گل یوتیوب، چطوری؟ چه خبر؟ خوش اومدید به یه ویدیو دیگه از کانال هایپوی. مثل همیشه قراره یه چترکشی خیلی خفن رو ببینیم امشب با هم دیگه. این دوستمون دی تی یولو وایتی اسمش، حتی وایتی هم داخل اسمش گذاشته. میتونید برید دی تی یولو نمیدونم پابجی موبایل سرچ کنید تو یوتیوب، اصلا همچین پیجی وجود نداره. خیلی از چترا میدونید که دیگه وایتی تای اسمشو میذارن که مثلا کسی شک نکنه، میدونی. و این دوستمون هم همینجوریه، حتی بچه‌ای که داخل استریم بودن همون لحظه گفتن که این یاروه. تیمینگ دارن، همون تیم آپ دارن، چیت میارن، حتی رنگ آب کرده تو تاپ زدن بوده. یعنی خیلی چیتر فعالی هم هستش، ماشاءالله دمش گرم واقعا. و آره میخوریم بهشون، ولی این سری مثل اینکه توبه کردن یا دیگه از چیت استفاده نمیکنن یا نمیدونم یا نتونستن ما رو با چیتم بزنن. یه ذره راحت تر بود فایتمون باهاشون. خلاصه که امیدوارم از ویدیو لذت ببرید. اطلاع رسانی ویدیو امشب تا حدودی خیلی مهمه، یعنی چیزی نیستش که بخواد مثلا مربوط به انقلاب باشه و اینجور چیزا. هر طرفی باشید، امیدوارم اون طرفی نباشه چون اون طرف خیلی هوا بده، ولی هر طرفی که باشید واقعا نیاز داره که اینجور چیزا رو بدونید. شاید بیدارتر شیم، شاید بیدار شید اگه اون طرفی هم هستید. آره، ولی اگه خب نمیخواید ببینید، میتونید بزنید جلو به این دقیقه و این ثانیه و از گیم پلی چترکشی لذت ببرید. قبلش حتما لایک کامنت یادتون نره و بریم سراغ قسمت اطلاع رسانی. این روزا بیشترین کاری که از دستمون برمیاد اینه که واقعا اطلاعات جمع کنیم با اون کسی که خارج کشوره و این اطلاعات رو به شما منتقل کنیم. یعنی شخصا مثلا من چیزی که میخوام امشب راجبش صحبت کنم رضا شاه، و رفتم راجب رضا شاه اطلاعات جمع کنم. میدونید که مقاله میخونم، سعی میکنم کتاب بخونم، سعی میکنم اطلاعاتمو بیشتر کنم، سعی میکنم ببینم که آقا چی شده که ما الان اینجاییم، چی شده الان مشکل ما چیه دقیقاً. و تو گوگل سرچ کردم و متاسفانه اولین پیجی که اومد بالا خبرگزاری تسنیم بود که راجع به رضا شاه نوشته بود و خیلی چیزای مسخره و چرت و پرتی نوشتن. اصلا کلا خبرگزاری تسنیم میدونید چیزی به جز دروغ و چرت و پرت نمی‌نویسن تو سایتشون واقعا. خیلی خوب عجیبه. حتی تو کتابای تاریخی هم که ما دوره حالا راهنمای دبیرستان اینو خوندیم، یادتون باشه یه شاه فاسدی نامگذاری شده رضا شاه، ولی میدونیم، هممون میدونیم، اگه نمیدونید بدونید که الان اگه ما قطار داریم، ریلای قطاری که الان داریم، دانشگاهایی که الان داریم، دبیرستانی که من توش خوندم، دبیرستانی که رضا شاه تأسیس کرده، راهنمایی که ما خوندیم، راهنماییایی که ما داریم تو سطح کشور رضا شاه تأسیس کرده، دبستانامون، دانشکده، دانشگاهی که مثلا جمهوری اسلامی تأسیس کرده چیه؟ پردیس. پردیس چی؟ اگه نمیدونستید بدونید. پول میدی مدرک میگیری، همین. یعنی این کاریه که جمهوری اسلامی کرد، یعنی میری از در تو، پولو میدی، مدرکو میگیری، همینه. نه آنچنان آزمونی دارن، نه آنچنان چیز درست حسابی دارن. میشه با آزمون و اینجور چیزا، ولی خب خیلی راه راحت تری داره به نام مانی. میری داخل، پول میدی، میگی من 100 میلیون پول میدم فلان اینا، و همین راحتیه. یعنی از تاسیسات جمهوری اسلامی واقعا همین دانشگاه بوده که خب واقعا ننگه، واقعا برای ما ننگه که بخوایم اینقدر همه چیزو مادیش کنیم. و خیلی توی کتابای تاریخی ما، حتی تو خیلی از خبرگزاری‌ها و خیلی جایی که خوندم که مربوط به جمهوری اسلامی بودن، کلا این آدمو قمارباز و مشروب خور و ضد دین و اینجور چیزا معرفیش کردن، در صورتی که اصلا ضد دین نبوده، ضد قاطی کردن دین با سیاست بوده. برای همین خیلی بدشون میاد واقعا از رضا شاه. روحانیون، به روحانیون واقعا زمینه نمیداده، حتی تشریفاتی هم بهشون فرصتی نمیداده. یعنی روحانیون رو جز قشر پایینی از جامعه میدونسته. حتی قبل از اینکه رضا شاه بخواد بیاد و حکومت رو دستش بگیره، ما داشتیم جاهایی که توش تحصیل میکردن مردم، ولی معلم ها روحانیون بودن و رضا شاه اومد روحانیون رو از معلمی برکنار کرد و کسایی که واقعا تخصص توی درس دادن داشتن رو گذاشت اونجا، و بعد از اونم شروع کرد ساختن دانشگاه و دانشکده و همین دیگه. بیشتر از این خیلی نمیتونم صحبت کنم، ولی مثل همیشه دیگه دارم کتاب معرفی میکنم بهتون، چون الان من بشینم تا صبح راجع به رضا شاه توضیح بدم حوصله‌تون سر میره. کسایی که پیگیرن قطعا پیگیر میشن و میرن بیشتر راجع به این موضوع میخونن. کتاب رضا شاه رو بخونید حتما، خیلی کتاب خوبیه، نوشته صادق زیبا کلام. حتما این کتاب بخونید، خیلی کتاب خوبیه. کتابای صادق هدایت هم حتما پیشنهاد میکنم که بخونید. این کتاب رضا شاه نوشته صادق زیبا کلام تو ایران ممنوعه. نمیدونم چرا ممنوع باید باشه همچین چیزی، یا چی هست که ما نمیخوایم ببینیم. مثلا چرا کتاب باید ممنوع باشه؟ خیلی عجیبه، مثلا ندیدم. و خب مثلا اینی که مثلا یه نفر بیاد پشت سر یه نفر دیگه حرف بزنه، مثلا با اون نگردی یا نکنی یا نری پیشش فلان و اینو، میگی بابا خدا
خودم عقل دارم، برم خودم ببینم طرفو، بشناسم طرفو، اگه بد بود خودم عقل دارم، با عقل خودم دیگه باهاش رفت آمد نمیکنم. میدونی چه حس بدیه یه نفر هی میاد پشت سر یه نفر دیگه حرف میزنه، میگه بابا اون یارو چی داره که تو داری پشت سرش حرف میزنی؟ اینجور چیزا هست. خلاصه که حتما بخونید این کتابو، کتاب خیلی خوبیه، خیلی واقعیت ها رو پیش روتون میذاره، خیلی چیزا رو واقعا میفهمید، میفهمید که چرا الان ما هر چی داریم از دوران پهلوی داریم. یعنی حتی محمد رضا شاه هم خیلی اشتباه کرده. من آنچنان سلطنت طلبی نیستم که بگم مثلا محمد رضا شاه واو چقدر خوب بوده فلان، قطعا خیلی خیلی شاه خوب بوده، ولی رضا شاه یه چیز دیگه است. نظراتتون راجع به رضا شاه به من بگید، اطلاعاتی که دارین راجع به رضا شاه که فکر میکنید جای دیگه این نیست حتما کامنت برام بنویسید. امیدوارم که سرتون در نیاورده باشم. دوستتون دارم. لایک کامنت ساب یادتون نره. برو بریم برای گیم. تو پایین این پایین یکی نکره زیر پانزه، زیر پانزه، زیر پانزه بسی نمیانی بفر، بیا بیا بریشکی نیست پیشه من رفته بود رو سر آره وای 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 ببینیش من شدی؟ من شد نفر اینکه هم وسط مک کردم پشت علف ملف یکی هم کتو که ای بابا اینا هی دارن هم یازده نفر پس یه تیم وسط یه تیم هم چکه اوکی فهمیدیم چی شد اینا اینا رو اینا جفتشون نکن، جفتشون نکن، پوش 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 با دست راستت انداختی؟ ای یارش اینجا رو منه دای این اوپن ها، این راحت میتونی بزنی یا کن داره رول میخوره اینجا اسیست گرفتم اصلا منتظر بودم شما اونم ناکه حاج آقا اونم فینیشه حاج آقا فینیش بودم؟ یه سسیه رو من پیدا کنم و پدرش رو در میدم اینه؟ سلام بیشرف چقدر بد میزد با بیه دوست من رفتم بارو پیدا بیا 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 همین خونه رو گوش بده گوش نده گوش نده گوش نده پشت کلبه یه نفر رفت کلبه بکر مرد مرد آره آره موندم پرایوی ها دیگه این دوتا پرایوی ها با این وی اس اس شما این چیه دیگه دایی بیا تو رو خدا اینو بزنی بکشون تو بالکن ها مکم فینیشه مکم فینیشه ای وای وای پری تو این چیزه تخفیه رو فینیش بده تخفیه رو فینیش بده فینیش فینیش یه کمپر کمتر بریم اینو بریم با اونش سکه نداری کدومتون هر شما سکه نداری میبینی پشته راستمون راستمون بالا سرمون دو نفر کمپره یکی اینجا خوابیده ها تمام 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 بیا این سر اینجوریه بیا این بر سولی
اینا کیان؟ FPS هم دوه حاج آقا، FPS دوه تیر رو دادم بیا اصلا من گانشون ندارم تیر رو دادم خوبیزه خودم یه نید آقا، یه نید اینجا نه 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 بیکش دادم بیکش دادم اون نید کشید بیا اون نید کشیده بک بده بک بده دوتاش هم سک دمیجه اوی دوتایی باید بزنه من دارم ایل میکنم زدیم بایی یه ما رو کرد بیارو ویده دارم میانده درست من اینجا خط به اینا رو بیارم بیکی رو بردار این رو سخت بیارم اون یکی کجا رو؟ اینجا هم نشسته ملوکا کشیده رو من بسا من هم ندیده کجا رو داره نگاه میکنم دورا میزنیم اول عقبی ها رو بزن نیبینم دلو دوست رو بزن یک هم بزن یه تیرا بیاده نشیم بیاده نشیم یه ردزون نخوریم دورا هم Meanwhile برو بیرون برو بیرون دهنت مصر بابا فکر نمی کردم اینجوری هم بخوریم اولین رنزون خورد تو سر ما خدا وکیلی جدا از هم دیگه جدا از هم دیگه ببیرید چی مسخره عجیب مری مسخره داشت خیلی بد ترسیدم اونم دارن تیر میزنن بزن نمیبینم عدد ندارن عدد پریه تازه بیدار شد کجا پریدی مهران؟ چرا پریدی مهران؟ وسط اوپنی ما لوت داشتن حالا چیزی آره لوت هم ململانی جشتانی بدید بیا سوار شد با این وسط اوپن گیبدن افرا مهران تخمش هم نیست یعنی به مهران این چیه؟ این بات رو نزم از دایی بزن اینجا 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 زیرش کن زیرش کن بات داریم مگه تو این نداری کده این با یه چرا شبیه ماینکرافته تایراش زدن تایراش زدن برو نه بابا اینو تایراش شده که تایراش زدن سازی دقت کردی اول چجی بود اولا یه چی نه چجی بایی خوب شد عقبیه رو زدم عقبیه رو زدم ها بزنین این بالا کویه کجاست ها مرسی برو بریم برو بریم فاوند هم فاوند آره 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 یه ایموت بزنیم باشیم نهی دو دیدی نامون بالا کو نمیدنیم